بخش نخست از گفتگوی دو چهره درخشان تاریخ فوتبال با برنامه ورزش از نگاه پنج. یاد و خاطره ناصرخان حجازی را گرامی می‌داریم و برای دکتر مهندس حسین علی کلانی سلامتی و بهروزی آرزومندیم. ببینید، ما وقتی فوتبال بازی می‌کردیم عشقمون و علاقمون فقط این بودش که مورد محبت مردم قرار بگیریم و به خاطر این مسئله از همه چیز خودمون می‌گذشتیم. ما البته حرفمون سر جای خودش بوده، زندگی داخلیمون یک زندگی مستقلی بوده، فوتبال اون چیزی بوده که نیازهای روحی روانی ما رو ارضا می‌کرده. ما با این تفکر بزرگ شدیم، با این تفکر اومدیم جلو و همونطور که عرض کردم از دنیا و اون پروسه ورزش و اهداف ورزشی که در کشورهای دیگه بوده بیشتر ماها دور افتاده هستیم. نهایتاً الان با قضاوت ما در همه زمینه ها، حتی من گاهی وقتا این قضاوت رو در مطبوعات هم دیدم، یعنی آمدن از بازیکنی ایراد گرفتن که چرا مثلا کم فروشی کرده، چرا فلان کار کرده، چرا اینجوری برخورد کرده، چرا مسائل مادی رو در نظر گرفته. اما ما نرفتیم ببینیم که جستجو بکنیم که بیس این کار، بنا و اساس این سیستم تفکر این بازیکن چجوری شده که به اینجا رسیده. من چند روز قبل بود یه مصاحبه دیدم که آقای جباری در این مصاحبه شرکت کردن و ایشون احساس ناراحتی کرد. ببینید، مشتبه جباری ببینید، ما آقای مشتبه جباری یکی از قهرمانای ما هستن که اهل کتاب، اهل منطق، مطالعه میکنه، بسیار برای جوان شایسته است. ایشون به هر حال کشیدنش، فقط این بحث رو به مطبوعات نکشید، ولی به هر حال رسانه‌ها باهاش شروع کردن مصاحبه کردن، تا اینکه به هر حال در دلش گفتن آقا چرا تو تمرینات شرکت نکردی. خیلی ساده گفت آقا حق و حقوق من گرفتار شدم، بنده قرار بوده فلان کار برای من بکنن، بعد مبنای این انجام نشده، به هر علتی چک برگشتی داشتم، فلان داشتم، گرفتاری داشتم، اصلا دیگه فکر من اجازه نمیده که به این مسئله برسم. ببینید، در فوتبال حرفه‌ای یک فوتبالیست فقط باید به فوتبال فکر بکنه. خب، یعنی مسائل حواشی نداشته باشه. آقای کلانی عزیز، کی باید این فرهنگ رو به اون فوتبالیست رو من بخوام بگم کی باید این فوتبالیست رو در واقع به صراط مستقیم برسونه؟ من اینو میخوام بگم، فوتبالیست‌های ما هستن، اینو کسی که خودش فوتبالیست نبوده نمیتونه. آقای کلانی اینو ناصر حجازی و حسین کلانی میتونن به یه بازیکن. شما ببینید وقتی که با آقای جباری گل میدن، امثال جباری ها قراردادی بسته، چکی داده و این بازیکن رو اون چک حساب میکنه که ممکنه گرفتار باشه، میخواد خرجش بکنه، ولی میره چک برگشت میکنه، میگن آقا یه ما دیگه میشه، دو ما دیگه، سه ما دیگه. خب این بازیکن دیگه بازیکنه توی زمین آقای مسئول نمیشه، از لحاظ فکری و روانی نمیتونه اون بازیکن دلخواه شما و طرفدارا باشه. پس بنابراین برمیگرده به اون مدیریت که صادق باشه، راستگو باشه، همه چیز حله. تو زندگی انسان‌ها اگر راستگو و درستکار باشن، ممکن از لحاظ مادی ضرر بکنن، ولی از لحاظ معنوی هیچ موقع ضرر نمی‌کنن. احسن. یعنی من می‌خوام بگم که هیچ موقع، ولی متأسفانه دروغت رو ما باید در فوتبالمون اول وقتی به بازیکن شما راست بگید، درست انجام بدید کاراتونو، به موقع انجام بدید، بازیکن موظف به موقع سر تمرین میاد، به موقع کاراشو انجام بده، به موقع بخوابه، به موقع تفریش هم بکنه. ولی وقتی که دروغ میشنوه یک بار، دو بار، سه بار، خب این بازیکن نمیتونه بازیکن با اخلاقی باشه. به هر حال باید محیط فوتبال سالم کرد. من میگم محیط فوتبال رو باید با اهل فن. دردشو من میدونم، چون من بازی کردم، ایشون بازی کرده، ایشون ممکنه تو کار فنی نیومده و خودش آقای کلانی